لس آنجلس به راهبندان‌های ناشی از ترافیک سنگین معروف است. بسیاری از اهالی لس آنجلس عجله دارند و براشون آسونه که سرعت رو به ایمنی اولویت بدن. به رغم این، فیتزجرالد ترجیح می‌دهد با دوچرخه به محل کار خود برود. دوچرخه بسیاری از جنبه‌های رفت و آمد را آسون می‌کنه. برای مثال اصلا نباید نگران پارکینگ باشم. ولی راجر روساس میگوید دوچرخه سواران در شهرهای شلوغ هم برای خودشان و هم برای رانندگان خودروها خطرناکند. همیشه باید طرف دیگر را نگاه کنی و از کنار دوچرخه سوار رد بشی که بهش نزنی، در نتیجه ماشین تصادف میکنه. برای اینکه دوچرخه سواران از امنیت بیشتری برخوردار باشند، برخی از آنها با یکدیگر حرکت میکنند. وقتی جمعیتمون بیشتر باشه تا وقتی که یه نفر باشی، راننده ها رفتارشون فرق میکنه. در ضمن با یک عده دوچرخه سوار با تجربه هست. نونا وارنادو یکی از بنیانگذاران ال آی بایک ترینز است. از ماه مه سال 2013 که این گروه ایجاد شد تا کنون شمار دوچرخه سواران در مسیرهای مختلف آن افزایش یافته است. مسیرهایی که بین 7 تا 32 کیلومتر است. ما هر مسیر رو طوری انتخاب میکنیم که از چهارراه‌های مشکلدار پرهیز کنیم. آربی هاف، متخصص ترابری در دانشگاه کالیفرنیای لس آنجلس، میگوید در سالهای اخیر دوچرخه سواری مد نظر طراحان شهرسازی قرار گرفته است. در دو سال اخیر به قدری خط دوچرخه سواری در شهر ایجاد شده که در 30 سال قبل نبود. نونا وارنادو خواستار ایجاد زیربنای بهتری برای ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری است. او معتقد است خطوط ویژه دوچرخه سواران باید جدا و یا حتی بالاتر از مسیر اتومبیل ها باشد. در همین حال او میگوید قطاری از دوچرخه ها مزایای خود را دارد. ما میخواییم مردم با دوچرخه سواری جمعی احساس ایمنی کنند. هدف او این است که دوچرخه سواری جمعی را در فرهنگ آمد و رفت لس آنجلس بگنجاند.